انفجار یک خودرو در نزدیکی چادر زائران شیعه در بغداد که برای عاشورا عازم شهر کربلا بودند، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مقام‌های عراقی روز یکشنبه همچنین گفتند پیکارجویان داعش دست کم 50 زن و مرد از عشیره سنی‌های آبلونمر در استان انبار را به علت مخالفتشان با تصرف شهر هیت از سوی پیکارجویان اعدام کردند. نیروی هوایی عراق مواضع داعش در استان انبار را هدف قرار داده است. سپهبد انور هماامین فرمانده نیروی هوایی عراق گفت حمله روز شنبه به ویژه مواضع داعش در شهر هیت را در واکنش به کشتار سنی های این شهر هدف قرار داده است. خلال یومین الاخیرین طبعا به توجیهات مباشره من سید رئیس وزرا قائد العام در اجرای دستورالعمل های نخست وزیری و وزارت دفاع، نیروی هوایی عراق مواضع داعش را مستقیما هدف قرار داد و این حملات در حقیقت در انتقام جویی از کشتار شهدای عشیره آبلو نمر اساساً بر شهر هیت متمرکز بود. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا روز گذشته بیش از 10 حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه و عراق انجام داده است. در همین حال جنگ بین شبه نظامیان کرد و داعش برای تصرف کامل شهر سوریه کوبانی در مرز ترکیه ادامه دارد. به گزارش رویترز جنگ روز یکشنبه از روزهای قبل شدیدتر است. بیش از 150 پیشمرگی کردستان در عراق توانستند تا روز گذشته به همراه تجهیزات و سلاح‌های سنگین برای کمک به کردهای سوری وارد کوبانی شوند. یکی از فرماندهان پیشمرگی در کوبانی به شکست داعش اطمینان دارد. به امید خدا ما اطراف را از داعش پاکسازی می‌کنیم و کنترل مرکز شهر کوبانی را در دست می‌گیریم و متحداً پیشروی‌های بزرگتری علیه داعش برای تصرف کوبانی خواهیم داشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بیش از 800 تن در جنگ کوبانی کشته شدند. به گفته سازمان ملل نیز بیش از 200,000 سکنه کوبانی و روستاهای اطراف آن برای فرار از خشونت‌های داعش به ترکیه پناه بردند. سارا فردا، صدای آمریکا.